وزیران خارجه کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو در دیدار دوروزیشان در بروکسل مسائل مختلفی را مورد بررسی قرار میدن که از جمله تنش در خاورمیانه یکی از موارد هست. یانس استولتنبرگ دبیر کل ناتو در روز اولی نشست گفت که ناتو از وقفه های پیش آمده در جنگ بین اسرائیل و حماس حمایت میکنه و استقبال میکنه، از ایرا ای وقت پاها سبب میشه که تلفات غیر نظامیان کاهش پیدا کنه، کمک های لازم به کسانی که در غزه نیازمند هستند برسه و همچنان گروگان های بیشتر اسرائیلی آزاد شوند. و به همین دلیل چنین مسئله مورد استقبال ناتو قرار داره، اما گفتگوهای بیشتری هم وزیران خارجه کشورهای عضو در این مورد خواهد داشت. یکی از مسائل دیگری که وجود داره مسئله اوکراین هست. آقای استولتنبرگ اشاره کرد به اینکه در خط اول جنگ بسیار شدید شده و همچنان عملات بهبودی روسیه به شهرهای مختلف اوکراین ادامه داره و به همین دلیل به گفته آقای استولتنبرگ می تواند تا منتظر عملات بیشتر از سوی روسیه بود و به این منظور باید آمادگی گرفت و کشورهای عضو باید حمایتشان از اوکراین را ادامه بدن. آقای استولتنبرگ با کمک‌های نظامی به اوکراین اشاره کرد و گفت که اهمیت بسیار زیادی داره، برای اینکه از کشورهایی که نمی‌خواهند این مسئله از مسیر مذاکره حل شود، باز هم برای اینکه اوکراین بتواند توانایی‌های لازم را داشته باشه باید حمایت نظامی صورت بگیره ازش. و اشاره کرد به بسته‌های کمک اضافی که کشورهای اروپایی در اختیار اوکراین قرار میدن، از جمله به کمک 8 میلیارد یورویی که آلمان به تازگی تعهد سپرده و همچنان 2 میلیارد یورو کمکی که هلند قرار است به اوکراین ارائه کنه. در کنار این مسائل چین و تهدیدهایی که از سوی پکن ممکن است در آینده ها متوجه کشورهای عضو ناتو باشد جز مسائل دیگری است که وزیران خارجه ناتو در واردش در بروکسل گفتگو خواهند کرد. یکی از مسائلی که در این نشست هست این است که وزیران خارجه کشورهای ناتو آمادگی میگیرند در جریان این نشست ها برای نشست رهبران ناتو در تابستان آینده تا بتانند طرحهایی که نیاز به تایید سران ناتو داره را از آنا آماده کنند و او استراتژی‌ها را بر بحث و رأی‌گیری به نشست سران ناتو ببرند.